با درود فراوان به شما عزیزان، من دکتر فوجان زینی هستم. به یکی دیگر از برنامه های ندای درون خوش آمدید. این برنامه راجع به مسائل روانشناسی و اجتماعی است و با متخصصین گفتگویی داریم راجع به این مسائل که امروز خوشحال هستم خانم دکتر هما محمودی روانشناس بالینی هستن و مهمون برنامه من صاحبخونه هستم و خیلی خوشحالم که هر دفعه که فرصت میکنم و دعوت منو قبول میکنم. خوش آمدید. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. تابستون خوبیه، دوستان عزیزی دور و برمون هستن و از اینکه منو دعوت کردین خیلی خیلی متشکرم. مرسی از اینکه هر دفعه دعوت منو قبول میکنین و میدونم که یکی از تخصصاتون پوزیتیو سایکولوژی هستش و نه تنها در برای اشخاص و کوپلا و فامیل این کار انجام میده، بلکه برای کمپانی ها هم خیلی موقع ها این پوزیتیو سایکولوژی رو میبرید در کمک به اینی که چجوری اون کمپانی بهتر و بهتر بشه و در قسمت های مختلف در یونایتد نیشن، یونسکو، برای زن ها و برای قسمت های مختلف دنیا همیشه زحمت کشیدید و You're in the forefront. همیشه هر دفعه که ازشون میپرسم که کجا بوده، داستان های زیبایی بر من تعریف میکنن از جایهایی که نه تنها رفتید بلکه خدمتی که در حقیقت میکنید، نه فقط به جامعه ایرانی بلکه کلن، یعنی در این مسیر فقط گرفته نشده. میدونم که یک سری تحقیقات جدیدی اومده در پوزیتیو سایکولوژی. اصلا باورتون نمیشه که من هر وقتی که مجله‌های روانشناسی رو باز میکنم تازگی چقدر لذت میبرم. یعنی ببینید، علم روانشناسی علم جدیدیه، از فروید شروع شد و سالی نیست که گذشته. من یه موقعی بود که ما همیشه فکر میکردیم که اگر که ناراحتی یا بدبختی یا غم و غصه هامونو بگیم اینا خالی میشن و بعد زیرش خوبی ها میان بیرون. حالا دیدیم که نه، اینطور نیستش، بلکه لازم هست، البته اونم هست، یعنی یه مقداری بالاخره اگه کسی ناراحتتون میکنه باید بگید، ولی خیلی مهمه که ما الان تو شرکت ها که کار میکنیم و در جاهای مختلف، مخصوصا شما گفتیم با زنا، این است که ببینیم ما تو چه قسمتی مهارت داریم، چه کاری رو خوب میکنیم، استعداد چه کاری رو داریم، رو اون بریم کار بکنیم. من اتفاقا همین دیروز از سفر آلاسکا برگشتم، با کشتی رفته بودیم به کروز. حرفم این بود که خانمام اومدم گفتم خب من باید به بچه‌م بگم که اشتباه میکنه. من گفتم نه، تو هر چی بهش بگی که تو این کارو غلطه، این کارو غلطه، این فقط فکر کنه من یه آدم گناهکار، خطاکار، بچه بدی هستم، پر از عیب و ایراد. ولی اگر شما بگی تو این کار تو خوب هستی، تو این کار تو پیشرفت میکنی، من میبینم که تو وقتی که درباره این مسئله حرف میزنی چشات برق میزنه، من میبینم وقتی که تو بسکتبال بازی میکنی خیلی خوشحال هستی، این بچه میفهمه که اصلا بین خوبی و یعنی چه چیزای خوبی توش هست که دنبال اون بره و اون رو توسعه بده و پیشرفت کنه. خیلی این مسئله که میفرمایین خیلی جالبه، برای اینکه ماها عادت پیدا کردیم، چه به خودمون چه تو صدایی که تو مغز خودمون هست که اونم از مدل که پدر مادر ما رو شاید تنبیه کردن یا تشویق کردن یاد گرفتیم، و با بقیه به خاطر اینی که میخوایم مسائل رو درست بکنیم همیشه میریم جایی رو نگاه میکنیم که اشتباه یا دوست نداریم و مکررن اون رو به زبون میاریم، در حالی که چه خودمون چه اشخاص دیگه هم ممکنه اون کار رو متوجه بشن که درست نیست و بخوان قطعش بکنن، ولی عملا چون ایده دیگه ای ندارن از اینی که چه کاری درست بوده و چه کاری بهترین هست براشون، رو مدلی ندارن که برن دنبالش. به خاطر همین همونطور که میفهمن وقتی بچه ها میگیم کاری رو نکن، ولی نشونشون نمیدیم که کجاها هستش که بهترین خودشون دارن زندگی میکنن، با اینی که کاری رو انجام ندن اتوماتیک اون یکی جاش نمیاد. مثل که باید حتما گفته بشه و تو ذهنشون بیاد که چه قسمتی از وجودشون اون جلا رو داره میگیره که بتونن اون ادامه بدن. ببینید، مثل خونه تمیز کردنه، شما فقط خونتون رو تمیز بکنید فایده نداره، فقط همون بگیرین فایده نداره، بعد باید آرایش کنید، بعد موهاتون درست کنید، ببینید چی بهتون میاد، چه رنگی خوبه و اون قسمت‌ها رو پرورش بدید. ما اتفاقا با شرکت‌ها که کار می‌کنیم، یه موقعی بود که یک رئیسی وایساده بود اونجا و همش میگفت این کارو بکن، اون کارو نکن، خراب کردی، اینطور شد، اینطور شد. حالا یه پروژه میدن به یه تیم و سعی میکنن که افراد این تیم
بهترین خودشون رو روی این پروژه پیاده کنن. یعنی که یک لیدر و یا یه رئیس خوب الان کسیه که میتونه این تیم رو تشویق بکنه که بهترین کارشو بکنه. ببینید تیم شما المپیک رو نگاه کنید، تیمای بسکتبال و فوتبال رو نگاه بکنید، کوچ بازی نمیکنه ولی توی بازیکنانش داره سعی میکنه که بهترین بازی رو از این بازیکنا در بیاره و بکشه بیرون. یک آقایی هستش که رئیس سمفونی ارکستر باستن بود، اسمش هست بن زندر، خیلی این معروفه این صدی. بن زندر هم هر سال سمفونی ارکسترش برنده میشد. بعد میگفت یه روز من فکر کردم دیدم تنها کسی که ازش صدایی در نمیاد تو اینجا منم، چون که من فقط دارم این باتون اینجوری میکنم، در صورتی که این ویولونیست و این پیانیست و این کسای دیگه هستن که دارن میزنن و نتیجه کار اوناست که من دارم برنده میشم. بعد فکر کردم دیدم که من چه کار کردم در از این سالها که تونستم این جایگاه خودم بگیرم، جایگاه خودم رو پیدا کنم. دیدم کاری که من کردم، به این ویولونیسته گفتم که امروز که تو زدی از دیروزت بهتر بود، اینو ادامه بده. و تونستم که تشویق بکنم تمام نوازنده ها رو در تیم خودم که بهترینشون ارائه بکنن. و این نیستش که شما باید بهترین رو انتخاب بکنید، بلکه کسایی رو انتخاب بکنید که هم آهنگی و هم همکاری با هم داشته باشن و همین که بهترین خودشون رو بتونن ارائه بدن و اون رقابت های کثیف گذشته دیگه جایی نداره. چون یه مقدار زیادی هم توی برنامه ما برابط 6 ماه هستش که راجع به سکشوالیتی صحبت میکنه و ارتباطات سکشوالیتی بین زن و مردها یا با خودشون و یا جنس موافق مخالف همه. یکی از مواردی که وقتی کوپلا میان و مطمئنم شما این تجربه رو داشتین، مخصوصا در مورد سکشوالیتی، اغلب به همدیگه اون کاری رو که دوست ندارن توی سکس میگن، من اینو دوست ندارم، یا حتی هم نمیگن، خودشون عقب میکشن. خیلی کم پیش میاد که اشخاص بدونن چی دوست دارن و اون رو شروع کنن به یارشون گفتن و اون کاری رو که یارشون داره انجام میده رو تشویق بکنن که زیادتر بشه و حالا چه با کلامه، چه با صداست، چه با رفتاره، این رو بتونن به اون طرف ببرن. یعنی در قسمت‌های مختلف، چه تربیت انسان، تربیت فرزندان، تشویق کسایی که برامون کار میکنن یا باهاشون کار میکنیم، در ازدواج، ارتباطی که دو نفر به هم دارن که بعد از یه مدتی فقط غور میزنن به چیزایی که دوست ندارن، یا اینی که تشویق میکنن اون کارهایی که دوست دارن، و بعد در most intimate، اون جایی که واقعا بالاترین نزدیکی رو دو تا انسان بر هم دیگه دارن زمانی که ارتباط جنسی هم دارن، باز چقدر تشویق، مخصوصا در این شرایط، چقدر تشویق کار میکنه تا اینی که نقنق کردن و عقب زدن. جالبه، وقتی من سکس تراپی میکردم همیشه میگفتم اگرم راحت نیستین حرف بزنین، دست طرف رو وردارید و به جایی بذارید که خوشتون میاد. بالاخره یه جوری باید کامیونیکیت اینا با هم بکنن، یه جوری باید به هم دیگه بگن که من چی رو دوست دارم. و میدونی متاسفانه بعضی ها میان و سالها به همین حرف رو نزدن و یا سالها زج کشیدن از چیزی که خوششون نمیومده. و همین که گفتین، در مخصوصا در انتیم ترین لحظات زندگی چقدر مهمه که آدم مثبت باشه، لذت ببره و کاری رو بکنه که هم به دل خودش میشینه، هم طرف بتونه که داره کاری میکنه که شما لذت ببرید. خانم دکتر، یکی از مواردی که بسیار اتفاق میفته و دلم میخواد شاید یک کمکی بتونیم بکنیم به اشخاص و راه کاری بهشون یاد بدیم، اینه که معمولاً قسمتی رو که ما رو ناراحت میکنه یا میترسونه، احساساتی برانگیخته میکنه، مثلا عصبانیمون میکنه، میترسونتمون، غم برامون به وجود میاره، مثل دارکوب میزنه، همین جوری فکر میاد، درسته؟ یعنی مثل این میمونه که مثلا من یک ثانیه میتونم فکر مثبت بکنم، میگم نه حالا به خودم مثلا توجیهش بکنم، همه مسائل مثبت رو بیارم، بعد میبینین یک ثانیه من وقت میدم به این، میتونم آگاهانه اینو بیارم تو، بعد نیم ساعت این یکی قسمت من که خب اتوماتیک thoughts هم، فکرهایی که اتوماتیک شروع شده به خاطر اینکه احساساتم برانگیخته شده، مثل دارکوب میزنه 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 میزنه، تا اینکه یک لحظه بتونم بگم
نه بابا اینطوری هم نیست. یعنی باز میبینین میزان مسائل منفی که به خاطر اینکه احساسات منفی خیلی جریحه دار میشه اصرار داره در مغز ما که گویای پیامی باشه بهمون بگه مواظب باش، یا بیشتر مثلا میگه مثل زغالی هستش که باد میزنیم آتشش بیشتر میشه، و مقدار حرف مثبتی که میتونیم به خودمون بزنیم انگار کمتر میشه. مثل یه حالت حالا بهش میگیم OCD که همین جوری فکرها داره میاد. واسه همین گفتم شاید، چون من مکررم میبینم که هر دفعه، من مطمئنم شما میبینید تو دفترت میبینید آدم ها میان همه حرفا رو که من بهشون میزنم خودشونم بهشون به خودشون میزنم، بعد میرن خونه میگن خانم دکتر من سعی میکنم حرفای شما رو گوش بدم ولی این صدا نمیذاره، همین جوری منو گرفته و نمیتونم رهاش کنم. خیلی جالبه که شما درباره OCD صحبت میکنید، چون که یکی از کلینیک کمی وسواس رو من توی UCLA داشتم، بعدم توی سیدر ساینای. وسواس خیلی مرض سختیه، خیلی خیلی سخته، به خاطر اینکه یک قسمتی از مغز فعالیتش بزرگ شده. یعنی که این قسمت، من میگم که شما مثلا فرض کنید میگی که من میخوام برم سوار ماشینم بشم، خب پا میشی کیفتو برمیدونی سوار ماشینم بشی. برای یک کسی که OCD داره اینه که من باید ترافیک رو چک کنم ببینم توی فریوی چی میگذره، من اگه بخوام برم دستم رو باید بشورم، دستکش دستم کنم یه وقتی جرم دستم نباشه. یعنی ببینید از اون قسمت، من میگم از اون قسمت سبزی که مثل چراغ سبزه که آره من بخوام برم سوار ماشینم بشم باید کیفم رو بردارم راهم، چراغ سبز میرم سوار ماشینم میشم راه میفتم. این بیچارهایی که OCD دارن 10 تا چراغ قرمز جلوشونه و باید این چراغ قرمزا رو، این لباس رو نپوشم، اگه بپوشم برم تو گروسری استور برم خرید بکنم یکی تنه بهم بزنه کثیف میشم، میکروبش به من میره. ببینید خیلی خیلی کار مشکلیه. یعنی حقیقتا کسایی که وسواس دارن من خیلی دارم براشون میسوزه، حتی بخوام میتونم بگم که چقدر سخته براشون که این افکار رو استاپ بکنن. ولی معالجش هم همینه که من هر چقدرم الان برام سخته، هر چقدرم بین اینجا و ماشینم 10 تا چراغ قرمز میبینم، باید این چراغ قرمزا رو رد بکنم، بگم نه من برای تو چراغ قرمز وا نمیستم، من امروز دستمو نمیشورم، من امروز 2 تا بلوز نمیپوشم که یکیشو بندازم توی رخشوری به محض اینکه اومدم، من در ماشینمو با کلینکس باز نمیکنم. و اونه که یه مقداری این قسمت مغز رو کوچیک میکنه. تنها جایی است در روانشناسی که ما میتونیم ببینیم که وقتی که شما رفتارتون رو عوض میکنید، یعنی یه مقداری از این چراغ قرمزا رو رد میکنید، باعث میشه که بعد از مدتی این قسمت کوچیک بشه. هر چقدر که شما چراغ قرمز رو دور خودتون رو بیشتر بکنید، این قسمت توسعه پیدا میکنه و حقیقتا دردناکه. مثلا میشه مثل هاورد هیوز که مردی بود که یکی از پولدارترین مردهای دنیا، توی اتاقی میشست که تمامش رو ضد عفونی باید میکردن، تمام هوایی که میومد تو باید ضد عفونی میشد و تمام جرماش گرفته میشد، فقط غذاهایی میخورد که 10 دفعه پروسس شده بود. و ببینید اگر به این چراغ قرمز جواب بدی از پا افتادن کار دیگه ای هم که اتفاق افتاده، حالا اون یه مرض وسواسی که باید حقیقتا کسی که اون وسواس رو داره خیلی هم زود، حتی تو بچه هاتون میبینین دستشون رو زیاد میشورن، خیلی زیادتر هم شده تو بچه ها هم هستش، خیلی هم زیاد شده و چون که همش بهشون این خوب نیست و بگو نکنم زیاد شده و میخوانم کارای پرفکت بکنن و خیلی میخوان پرفکشنیست باشن و کارای خوب بکنن، این قسمت مخصوصه پیدا میکنه. حالا برای اون کسانی که ممکنه الزاماً این نوع وسواس فکری فقط توی مسائل جرم و اینجور چیزا نمیره، بلکه توی مثلا وسواس فکری راجع به رابطه است که هر تا میاد توی رابطه شروع میکنه افکار منفیش ریختن، یعنی با حتی مسائل بسیار مثبت رابطه هم داره اتفاق میفته ولی مکررن، باز میگم مثل دارکو یه چیزی داره میزنه تمام تجربیاتی که چه داشته چه نداشته از جاهای دیگه هم نگه میداره و تمام منفی‌ها رو میبینه و نمیتونه خودشو رها کنه، مثل وسواس فکری میشه که ارتباطش با اکشن با رفتاره کمی متفاوته. وسواس‌های فکری
من گفتم از کروز آلاسکا الان برگشتم با یه 200 نفر آدم رفته بوده که ایرانیای رفته بودیم. جالبش این بود که چندین نفر بودن که همین احساسو میکردن. مثلا ما میرفتیم سوار اتوبوس بشیم که بریم یه جایی رو ببینیم. بعد پیاده میشدیم همه وا میستادن عکس میگرفتن. یه خانومی میومد میگفتش که ببین شماها که فقط با دوستای خودتون عکس میگیرین، با ما که عکس نمیگیرین. هر کسی با هر کسی میخواد اونجا وا میسته. یعنی ببینید اون طرز فکره که من از بعضی وقتا از اعتماد به نفس پایین میاد، بعضی وقتا از ترس میاد، بعضی وقتا از پدر مادری میاد که خیلی ایراد به بچهشون گرفتن، بعضی وقتا هم خود مغز، یعنی ساخته مغز خودمونه. و ببینید یادتونم باید باشه این مغز ما مغز قدیمیه، روی بشر 1,000,000 ساله که روی این زمینه میگن و همیشه خطرناک بوده. یعنی محیط زیست بشر و کاری که میکرده همیشه باید مراقب بود، پرت نشه، حیوان نخورتش، آتیش نگیره، این نشه، اون نشه، اون نشه. بنابراین این قسمت مغز ما که باید یه مقداری همیشه این آگاهی رو داشته باشه که بهش خطری موجب نشه خیلی قویه. ببینیم ماها خوشبختیم که اینجا زندگی میکنیم. الان هنوز شما ببینید بدبخت مردم تو سوریه چی میکشن، هر لحظه به هر سال بعد موضوعشون بمونه، تو افریقا چی میکشن. همه جای دنیا زیاد همچین امنیتی نیستش که بگیم نه همه چی دیگه درست و خوبه و میتونیم که راحت زندگی بکنیم. ولی این قسمت روانشناسی مثبت که تازه در روانشناسی توسعه داره پیدا میکنه و تحقیقات خیلی قشنگ و جدیدی هم توش داره اتفاق میفته، چیزی که نشون داده که مخصوصا برای کسانی که دلشون میخواد طولانی عمر بکنن، خوب زندگی بکنن، پیر که میشن قرقرو نشن، چقدر مهمه. و کارشون هم یعنی خیرشون هم به اجتماع برسه. روانشناسی مثبت این نیستش که حالا من مثبت فکر کنم، این نیستش که حالا من الکی بخندم، اینه که من کارهایی انجام میدم. یعنی که شما در هر کاری که انجام میدید، مثلا فرض کنید من اگه به شما تلفن میکنم، یه دفعه تلفن میکنم که وای حالا باید تلفن کنم فردا صبح احوالشو بپرسم مثلا حال نداشت، یعنی از حال از روی اجباره، از روی یه وظیفه است، با دل خوش نیستش که دارم حال رفیقمو میپرسم که ازش بپرسم چطوری، اگه حالت خوب شده امشب پاشیم بریم با هم دیگه شام بخوریم. اینه که من برای خودم اینو یک دونه سختی میبینم. اون باعث میشه که سلولای دفاعی بدنتون پایین بیفته. یعنی که جالبش اینه که اینو یه اکسپریمنتی کردن، بهش میگن فانکشنال ام آر آی، اونیه که عکس مغزو میگیرن. فانکشنال ام آر آی اون وقت اون یک MRI هستش که شما رو که میکنن تو این لوله که از مغزتون عکس میگیرن، در هر آنی که شما فکر میکنید، یعنی وقتی من فکر بکنم که وای این چه کار سختیه، از اون که عکس میگیرن و در این حال خون منم میگیرن، میبینن که اه چه جالب. وقتی که شما داری فکر میکنی که این یک ناراحتیه، یک فشاره، یک مسئولیت، یک وظیفه است، یک کار سختیه، دفاع بدنتون میاد پایین. وقتی که فکر میکنید که به به دوستم تلفن کنم صداشو بشنوم، چشمم روشن میشه وقتی صداشو میشنوم، همون حرفایی که اصلا کمستری یعنی مواد شیمیایی خونتون عوض میشه، هورمونایی که توی خونتونه عوض شده. و این چیزی است که پیدا کردن که نهایت لذت و نهایت رضایت وقتیه که مثلا فرض کنید یه خانمی داره پلو درست میکنه امشب، یه وقتی هستش داره این لوبیا پلو رو درست میکنه میگه وای بابا من مادرم هم کلفت دنیا آمد، کلفت مرد، خودم هم کلفتم، باید همش کلفتی بکنم و آشپزی بکنم، زندگیم فقط پختن و خریدن و پختن و شستن. این طرز فکر باعث مریضیش میشه، باعث فشار روانی میشه، باعث افسردگی میشه، باعث غم میشه، باعث پیری زودرس میشه. در صورتی که اگه فکر کنه که به شوهرم همیشه لوبیا پلوی من دوست داشته، امشب که میاد خونه حتما اصلا از در که میاد از بوی این دارچینش کیف میکنه،
یه وقت دیگه هم هستش که میگه که میدونی این همسایه من پاش شکسته، بیچاره حتما سختش غذا پختن، من یه دونه بشقابم یکم هم زیادتر درست میکنم، یه بشقابم میبرم میدم به اون. ببینی این یه معنی عمیق‌تری براتون میده که من دارم یه کمکی هم به یه کسی میکنم، همسایه‌م هم دوست دارم. و اونه که میگن که وقتی که شما یه همچی کاری رو میکنید، از نظر دفاعی بدن و از نظر سلامتی بدنتون به نهایت میرسه. بله، این تحقیقاتی که دارم میگین مثل تو UCLA این تحقیق رو دوباره انجام دادن و بله. دو نوع خوشحالی و احساس خوشبختی و خوشحالی و مثبت بودن رو دیدن که زمانی که اون مثبت بودن و خوشحالی از مواردی میاد که بیشتر حالت کانسومر داره، خرید داره، مثل که مثلا میرم یه چیزی رو میخرم خوشحالم میکنه، بیا میخوام به این موفقیت به خصوصی برسم که منو ببینن بگن مثلا من چقدر آدم خوبیم، و این جور مهارت ها داره به کار میبره که داره خوشحال میکنه و این برسات اینم خوشحال کننده است نسبت به مدل رفتاری که داره خوشحال میکنه که شما الان مطرح کردیم، که برای انگار خدمت به یک نفر دیگه است و یا از عشقی داره بلند میشه، از مهری و از ایثارگری داره بلند میشه که نه تنها خودم رو داره در بر میگیره، کسی دیگر هم داره در بر میگیره، اون انتای وایرال دفاعیشون در خونشون خیلی بالاتر بوده. و بیشتر که این آرتیکل رو میخوندم میگفتش که حتی تشویش و استراب و حالت افسردگی خیلی خیلی کمتر میاد برای کسانی که کلن این سیستم رو دارن به کار میبرن، حتی نسبت به اون کسانی که حتی داشتن خوشحالی و خوشبختی رو از دیدگاه به دست آوردن چیزی جنسی میخواستن به دست بیارن، تا کسی که داشت خوشحالی رو از جایی به دست می آورد که از فضای مهر و ایثارگریه. یعنی افسردگیشون کمتره، استرابشون کمتره و سیستم دفاعیشون قوی تره به نظر میان. جالبه، من یه دوست دارم که در جوانی مقدار زیادی از این یکی از همین چیزایی مال تلفن و اینا اختراع کرده، 160 میلیون دلار اینو فروخته و حرف قشنگی که میزد، حالا خیلی تو کار خیلی است، میگفت من یه موقعی بود که دلم میخواست از این بستنی قیفی بگیرم خودم بخورم، حالا میبینم نه، کیفش خیلی بیشتر اگه به تمره این بچه های دنیا یکی بستنی قیفی بخرم. و حقیقتا همینطوره، یعنی شما اگه نگاه بکنید مثلا توی این هنرپیشه ها، توی افرادی که موفق هستن، اونایی که تونستن یعنی عقلشو داشتن، نه تنها دنیا رو آخرت رو برای خودشون خریدن، بلکه سلامتی وجودم برای خودشون خریدن، که وقتی که این بیل گیتس که مال مایکروسافته تمام ثروتشو داره میبره تو افریقا استفاده میکنه، شما کلینتون رو ببینید، کلینتون جوان شده، اصلا کلینتون اینیشیتیو از وقتی که رفته الان دست دخترشو گرفته بود رفته بود افریقای جنوبی مدرسه بسازه تو مردم باشه، اینا لازم ندارن این کارا رو بکنن. کلینتون تو این سن لازم نداره 18 ساعت تو پرواز بشینه بره اونجا و توی بالاخره افریقاست ناراحت. یعنی بهترین سمت رو که میتونسته تو دنیا داشته داشته، ولی امروز داره برای اون چیزی که خودش می‌خواد به دست بیاره داره وسیع‌تر میکنه. و اونجاست که لذتشو میبره. دقیقا. اونجاست که لذت عمیقو میبره. بریم به پیام های بازرگانی برسیم و یک ویدیو کلیپی از آرسی نامی که نه تنها خواننده هست بلکه میوزیک تراپی رو داره تو نورث ریج میخونه و جزو تو برنامه ما یک بار بودن و ویدیو کلیپ جدیدی رو که دادن میخوام حتما گوش بدیم، برای اینکه به نظر من خلاقیتی که تو این ویدیو کلیپ به وجود آورده مخصوصا از جایگاهی که ما انسان ها هستیم خیلی زیباست و بعد دیگه برمیگردیم و راجع بهش صحبت میکنیم.
سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورو بلوار، شهر انسینو، 818-745-1313. سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی. مثل همیشه هدف اصلی من طی 27 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی این است که بهترین قیمت و سرویس را به هموطنان عزیز ارائه دهم. برای بهترین قیمت و سرویس با آقای شام فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 213-222-1137. ایجنت زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش سیا منصوری نمیشه. سیا میخره براتون یه خونه، خونه ای که به یادگار بمونه. مثل سیا پیدا نمیشه ایجنت، جور میکنه بهره خوب با پیجنت. همه میگن صادقی و صمیمی، تو بهترین ایجنت رو زمین. آرتروز، میگرن، بیماری‌های قلبی، نازایی شما را آزار می‌دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستید؟ دکتر نسیم زیایی، متخصص نچروپات، با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می‌کند. روش‌های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملاً طبیعی و مؤثر می‌باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه‌های خصوصی پوشش داده می‌شود. من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچروپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید. نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابانی یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2. خانوم ها، آقایان، یک خبر خوب دارم از همین تلویزیون، تلویزیون تصویر ایران، به زودی. خرد زندگی، مجموعه از سیدی های صوتی به شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه، به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فوجان زینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانورو بیت. برای سفارش این سیدی های صوتی با دکتر فوجان زینی در تارنمای foojan.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. Dr. Foojan Zeine. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshande, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system, and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And will give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it.
این مسئله تخیل مثل اینکه یک مسئله که فقط و فقط ما انسان ها داریم و یعنی که چجوری داریم ازش استفاده میکنیم، مثلا آیا توی این ویدیو کلیپ آرسی نامی داشت تخیلش رو جوری استفاده میکرد که تجربه کنه زیبایی های دنیا رو که خودش ممکن بود نمیتونست تو آب زندگی کنه یا پرواز بکنه و با تخیلش داشت اون رو انجام میداد. و خب کجا هاست که ما این تخیل رو به کار میبریم باز برای مثبت اندیشی و جلو رفتن در زندگیمون، و کجا هاست که این همین تخیل رو استفاده میکنیم و تبدیل میشه به تشویش و اضطراب و آینده ای مکررن داریم میسازیم که شاید دردناک برامون میاد به جای اون تخیل بره و یه مسئله زیبایی رو به وجود بیاره. ببینید کریتیویتی و تخیل فقط منحصر به انسان هاست و خیلی کم تو بعضی از حیوانات دیدن که حتی استفاده از آلات مختلف، مثلا دیدن یه میمونایی هستن تو افریقا که چوب ور می‌دارن توی سوراخ مورچه می‌کنن که مورچه‌ها رو بیارن بیرون، یعنی که تا این اندازه است، یعنی ابزاری که استفاده می‌کنن باز برای به دست آوردن غذاشون، مثلا فقط هم همونه، یعنی فقط یاد گرفته که چون که انگشتش مثلا توی این سوراخ نمیره اگر این چوب رو ورداره بکنه، ولی اونم تازه فقط توی میمونایی که باز مثلا نزدیکتر به انسان هستن اینو دیدن. ولی
بقیه حیوانات یه مقداری مثلا اونایی هستن که ما الان تو آلاسکا مثلا سمنایی دیدیم که بعد از 5 سال به خاطر حس بویایی شد میتونن برگردن به جایی که دنیا آمده بودن، یا مثلا فرض کنید یه مهارت هایی بعضی ها دارن، مثلا چشم خفاشه که نمیدونم میتونه بهتر ببینه، صداهایی هستش که دالفنا بلدن، ولی مغز انسان و این لفت چیز فرانتال لوبی که ما داریم که باعث اختراع خیلی چیزها شده، تخیل، یعنی چیز کاری کرده که کریتیویتی در انسان بالا رفته، اینه که منحصر به انسانه و باعث هم بدبختیشه هم باعث پیشرفت و به همه چیشه. جالب اینه که میگن که بشر اولیه زنها تمدن رو ساختن برای اینکه دیدش که زمستون سرد، بچه هاش یخ زدن، گفت چی کار بکنم، خونه ساخت، آتش رو تونستن به کمک همدیگه زنها نگه دارن، برای اینکه مردها میرفتن شکار میکردن، این زنها بودن که میرفتن چوب پیدا میکردن و این آتش رو نگه میداشتن. یا اینکه فرض کنید نگه داشتن غذا، حالا خوش کردن گوشت بوده، دود زدنش بوده، نمک بهش زدن بوده، که یک طوری اینو در تمام اوقاتی که زمستان و سرده برای بچه هاشون و خودشون نگه دارن. و بعد هم مثلا شما فرض کنین میکلانجلو رو میبینید که علاقه داشته ببینید که توی بدن بشر چیه، پرواز علاقه داشته، نقاشی هایی که کشیده، همه اینها خیلی خیلی جالبه. یکی از من الان یادم نیست ولی یه تحقیق شده روی این که کسانی که خلاقه قدرت خلاقیتشون بالاست و آرتیست ها، حتی بعضی وقتا یه حسایی میکنن که مثلا سال دو سال دیگه چه حسی در دنیاست. و قبل از جنگ جهانی دوم نقاشی هایی که بهش میگن که پست ایمپرشنالیسم گروهی هستن، که اینها در عین اینکه در آلمان خیلی هم وضع خوب بوده، نقاشیایی میکشیدن که از جنگ و خرابی و کشتن آدمها و اینها کشیده بودن، و همیشه اون نقاشیها رو میگن که علامت اینی که این آدمها حسایی داشتن که میدیدین که در آینده چه اتفاقی میفته. متاسفانه الان نقاشی ها و کارهایی که بعضی ها میکنن خیلی آدم رو میترسونه. این ویدیو گیم ها همیشه منو میترسونه که ما داریم چه کار میکنیم با خودمون و با دنیای خودمون. یکی از مواردی که پیش اومده اینه که خشم و کلن خشونت رو، یعنی احساس خشم و بعد رفتار خشونت خیلی موقع ها داره توی این ویدیو گیم ها به بچه ها، مخصوصا بچه پسر ها، چون دختر ها کمتر دارن بازی میکنن تا پسر ها، در اینجا پسر ها خیلی بیشتر دارن نگاه میکنن و کل مسئله خشونت و دعوا کردن، کتک زدن، کارهای مارشال آرتس انجام دادن، همه اینها خیلی زیادتر داره میشه به خاطر اینه که تقویت داره میکنه ساعاتی رو که بچه ها دارن بازی میکنن و کمیکالایی که داره میریزه توی بدن و از اونجا وقتی که میاد بعد با برادر خودش، با خواهر خودش، با مادر خودش میبینین همون داره تکرار میشه تو خونه و در نتیجه فضای خونه کلن شروع میشه به اینی که حالت خشم توش باشه. مثلا قدیما ممکن قدیما مثلا این خواهر برادر تو سر کله هم میزدن و بازی میکردن، ولی الان میبینین خیلی موقع ها دارن بازی میکنن روی کامپیوتر و بلند میشه از روی کامپیوتر و همون اتفاقی که در بدنش افتاده، کمیکالایی که هست رو شروع میکنه، انگار حالا دیگه دنبال دعوا میکرده، میره سراغ خواهرش، برادرش، مادرش، پدرش که یک مسئله رو به وجود بیاره و بعد پدر مادرها مستأصل شدن روی این مسئله که خب چه کار باید باهاشون کرد و یکی از بزرگترین گرفتاست. یعنی باز مسئله مثبتی که گیمینگ آورده اینه که تمرکز رو بهتر کرده، مولتی تاسکینگ، بتونن در یک آن 10 تا کار رو با هم انجام بدن و خیلی از قسمت‌های مغز رو داره رشد میده که خیلی عالیه، ولی قسمت‌های احساسی رو هم در حقیقت داره رشد میده. جالب اینجاست که باز هم اونم قوه خلاقه است که داره رشد پیدا میکنه و شما وقتی که نگاه میکنید الان بشر به جایی رسیده
که یعنی اصلا تمدنی که ما الان داریم، کارهای اتفاق افتاده از نظر تکنولوژی، تنها بشره که اینو تونسته بکنه و هیچ کس دیگه قدرت این کار رو نداره و باعث خوشنودیه. و اگر این تکنولوژی به طرف مثبت و مطمئننم یک جایی بشر دلش میخواد ادامه پیدا بکنه، میخواد زنده بمونه، میخواد بهتر زندگی بکنه، اینقدر هم آدم های شرافتمند و انسان دوست هستن که امیدوارم اونا برنده بشن. یعنی که من اتفاقا توی یک صحبتی میکردم هفته پیش، حرفم این بود که ما زنها اگر یک نسل بچه های خوب بار بیاریم دنیا عوض شده. یعنی که ماها همین خشونت، همین انتخاب گیم ها و یا اینکه اگرم که گیمه، فرق بین بازی و حقیقت رو یه مقداری بیشتر اون خط رو آدم باید بکشه، مشخص بکنه. ولی ببینید یه چیزهایی برای ما، یعنی یک صحنه هایی برای ماها به طور کلی عادی شده. از یه طرف این خیلی خوبه، چون که اگه حقیقتی هستش باید دیده بشه. حالا صحنه های یک مقداری از افراد بشر که بهشون تجاوز میشد، فشار میامد، حملاتی میشد که هیچ کس نمیفهمید، به خاطر این بود که میترسیدن اصلا دربارش صحبت کنن. ولی الان که روی تلویزیون همه اینا رو میبینید، اگر اتفاقی در تجاوز جنسی در هندوستان اتفاق میفته، تو تمام تلویزیون ها این نشون داده شده و ما از طریق همین قوه خلاقه تلویزیون و رادیو و اینها میفهمیم که این کار بده، نباید بشه، این دخترم حق داره و کاری راجبش انجام میشه. مثل همین امبر الرت که الان دیگه تو تلفن هم میاد، یعنی بله. وقتی یک مسئله درست کردن که اگه اتفاق بیفته یک نفر رو بدوزن، یک بچه رو بدوزن، سر تا سر امریکا فوری و ببینید به فاصله یک روز اونا رو پیدا میکنن و میتونن که اون کار رو انجام بدن. غیر از سخنرانی‌هایی که در کروزهای مختلف انجام میدین، غیر از دفترتون، چه کارهای خوبی دیگه دارین انجام میدی؟ کارهای من هنوز پیشرفت زنان یکی از کارهایی است که روش هم از در کوچیک با یک خانومی که توی تراپی میشینم و در سطح جهانی علاقه بهش دارم و دلم میخواد که هرچی بیشتر بتونم سخنرانی دربارش بکنم، با زنهای دنیا در تماس باشم. ما چندین سال پیش میگفتیم زنها وقتی پیشرفت بکنن، خیلی جالب بود، میگفت حرفمون این بود که اگر که خانوم ها دیرتر ازدواج بکنن یا وقتی که ازدواج میکنن این انتخاب رو داشته باشن و این چویس رو داشته باشن که بچه بیارن یا نیارن. یک خانومی هستش که من اصلا نمیخوام بچه دار بشم و اون حق بهش داده بشه و اونی هم که میخواد یه بچه داشته باشه یا سه تا بچه داشته باشه از انتخاب خودش باشه، اجبار نباشه، این بچه ها رو بیشتر دوست داره و این بچه ها رو به نوع بهتری پرورش میده و بزرگ میکنه. این نیستش که هر سال یه بچه تو بغلش افتاده، نمیدونه چیکار بکنه، سوادشو نداره، عقلشو نداره، نمیدونه باهاشون چیکار بکنه و بچه های ناسالم به اجتماع، بچه های عصبانی، بچه های خشن، بچه های سلب خورده به اجتماع تحویل میده. از طرف دیگه اگه خانم ها تحصیل کرده باشن، ما الان میبینیم که آمار سازمان ملل نشون میده که شما اگر که پول خرج بکنید، سازمان ملل یه مقداری پل میسازه، جاده میسازه، کمک به ممالک مختلف میکنه، حتی یونیسف که به بچه ها کمک میکنه، اگر این بچه ها تحصیل بکنن، یعنی که بتونن خوندن و نوشتن، من میگم اگر ما بتونیم زبان انگلیسی و کامپیوتر یاد بدیم به طور بین المللی و این بچه ها اکسس داشته باشن که ببینن دنیا چه خبره در تمام دنیا، و الان هم میبینیم که کامپیوترهای شرکت های بزرگ، خدا عمرشون بده، دارن کامپیوترهایی به جاهای خیلی سخت دنیا که از طریق سولار پنل، از طریق آفتاب میتونن این باتریشو چارج بکنن، به این بچه ها میدن که تماس داشته باشن با دنیا. به زنان و دخترای دنیا این کارو میکنن،
این زنهایی که تحصیل کردن، دختری که تحصیل کرد باشه، در هر دهکده کور دنیا هم باشه، نوع کاری که برای ده خودش میکنه از هر پولی که سازمان ملل داده بیشتر نتیجه و بهره برداری شده. یعنی که اگر که 50 دلار خرج تحصیل این بچه شده، این دختر شده، این 500,000 دلار به اون ده آورده. یعنی یاد میگیره بهداشت چیه، یاد میگیره تربیت چیه، بچه خودشو تربیت میکنه، روی با ظلم و خشونت و تجاوز میجنگه و این باعث میشه که دنیا عوض بشه. و اونجاست که من روی تحصیل و تربیت دختران خیلی خیلی، همیشه هیلاری کلینتون میگفت change the woman and change the village. و حقیقتا هم همینطوره، زن رو عوض بکنی، ده عوض شده، مملکت عوض شده. و من خیلی خوشحالم که توی ایران ما دخترای ما بیشتر تحصیل کردن دقیقا. و حقیقتا باعث افتخار خانم های ایرانی که دیدشون نسبت به خیلی چیزها با تمام فشارهایی که هست عوض شده و در زندگی خودشون دارن این کار رو میکنن. پی استقلال استقلال فقط مسئله مالی نیست، برای استقلال احساسی و فکری داره یواش یواش به وجود میاد برای زنان ایرانی که من فکر میکنم برای رشدشون و رشد کل جامعه خیلی کمک. ببین تعداد نقاشا، تعداد نویسنده ها، تعداد خانم هایی که الان کارهای فوق العاده جالب دارن در ایران میکنن چقدر زیاده و حقیقتا باعث افتخار دیدن این خانم ها. من چیز اون وقت میگفتیم که محیط زیست داره کثیف میشه و از بین میره. خانم ها وقتی که تحصیل بیشتری کرده باشن اونقدر ها کنسومر نیستن و فکر محیط زیست هستن. یعنی جاهایی که توی کشاورزی درخت ها رو میبرن یا میفهمن که اینو ببرن ریه دنیاست که دارن میبرنش و باعث بدبختی میشه. و حقیقتا روی این کار من فکر میکنم که هرچی بیشتر نصف جمعیت دنیا هم زنه، ما اونا رو درست بکنیم، هم شاید رو خشونت مردها کار بشه، هم این که خانوم ها وقتی لیدر بشن یک مقداری از این دعواها کمتر بشه. و در تربیت بچه و نگه داشتن فامیل یک تأثیر بسزای دیگه ای میذاره. یعنی یه زمانی هست که خب یک زن عشقش رو میده و فضا رو داره آماده میکنه که خیلی خیلی مهمه، و یه زمانی هستش که فکرش رو هم داره میده و اون استقلالی رو که یاد گرفته و اون قدرتی رو که درون خودش پیدا کرده رو باز داره یاد میده به نسل جدیدش و این خودش خیلی مهمه. ما زمانمون به اتمام رسیده. مرسی از اینکه دعوت من قبول کردین. امیدوارم که باز هم از این کار خوب بکنید. با کمال میل، همیشه با بودن با شما بر من خیلی لذت لطف دارید. همچنین مرسی از اینی که با ما بودین. تا یکی دیگر از برنامه های ندای درون، روز و شبتون خوش. برای بقیه برنامه های ندای درون که اگر مایل هستید آرشیوشون نگاه کنید، میتونید برید به فیسبوک، ادرسی که روی تلویزیون هست، و اونجا تمام برنامه های ندای درون ویدیوهاش یوتیوبش اونجا هست. و بعد کسانی دوست دارین از طریق رادیو گوش بدین، بریم توی تارنمای foojan.com، دست راستون بالا رادیو 24 ساعت هم هست که تمام برنامه های ندای درون در حقیقت در اون رادیو هست که میتونین آدیو گوش بدین. مرسی از اینکه با ما بودین. روز شبتون خوش.